وبركاته. خوشحال هستیم که فرصت بازم مساعد شد که پیرامون حوادث توریستی اخیری که در کشور اتفاق افتیده و خصوصا دو سه حادثه بسیار خونبار و علمناکی که در پایتخت افغانستان اتفاق افتید، حادثه کانتیننتال و بعد از او حادثه دیگه که باعث قتل عام یک بخشی از مردم افغانستان خصوصا در پایتخت شد و بعد از او حادث دیگه هم که متعاقب از او اتفاق افتید و طبعا انزجار، خشم و امو مراتب خشم انزجار مردم در حدی رسید که یعنی که ما شما همگی یک جا شده، حکومت، ملت، همگی بالاخره به این نتیجه رسیدیم که جناب رئیس جمهور و رئیس اجرایه رهبری دولت تصمیم گرفتن که باید یک هیئت عالی رتبه از نهادهای امنیتی افغانستان به کشور پاکستان سفر کنیم و در اونجا با مقامات عالی رتبهشان و مسئولین امنیتیشان ببینیم و دلیلش همی بود که همونطور که ملت ما و مردم ما آگاهی داره و نهادهای استخباراتی ما همه آگاهی داریم که توریست ها و شبکه های توریستی متاسفانه هنوز هم در مناطق مشخص در خاک پاکستان اینا فعالیت میکنن و اسناد و شواهد کافی هم در اختیار حکومت افغانستان خصوصا در بخش ریاست عمومی استخبارات ما پیششان وجود داشت و تا اندازه هم پیش وزارت داخله. بالاخره این اسناد و شواهد کلش جمع آوری شد و رهبری دولت تصمیم گرفت که باید ایت سفر کنه پاکستان و امو موضوعات اساسی که است امرای به صورت بسیار واضح با جانب حکومت پاکستان و مسئولشان او بحث شوه و بالاخره راهکار عملی بر خاطر بیرون رفت از این وضعیتی که متاسفانه پیش آمده در افغانستان. دیگه صبر و حوصله مردم هم به دیگه از خود حد داره، فکر میکنم از حدش گذشته، دیگه هیچ رای دیگه نیست مگر اینکه یک بحث سازنده، بحث بسیار واضح داشته باشیم. بالاخره در رابطه با 4-5 سوال عمده که مال خدمت شما او را که دیروز سر از او بحث شد با مقامات عالی پاکستان که صدر اعظم پاکستان و رئیس ISI و مسئولین بخش نظامی پاکستان و وزیر داخلی پاکستان در اون مجلس حضور داشتند و از جانب ما هم ما بودم و جناب استانکزای صاحب بود، سفیر ما جناب زاخلوال صاحب در اون بحث بودن و همکارای دیگه. بسیار یک بحث بسیار واضح امرای جانب پاکستان داشتیم و بعد از او باز جناب استانکزای صاحب سر جزئیاتش صحبت خواد کردن چون بود استخباراتی داره بیشتر. سوالی که از جانب ما به طرف حکومت پاکستان مطرح شد البته یک فضای بسیار سازنده و اوی بود که اولی که مراکز آموزشی طالبا چون عملات اخیری که صورت گرفت طالبا به صورت رسمی مسئولیت این عملات به عهده گرفتن. خب وقتی که مسئولیت این عملات به عهده گرفتن در این زمان مراکزشان بسیار واضح در ساحه چمن و او طرف خط دیورن اینا حضور دارن و موقعیت دارن، اسناد از طرف حکومت افغانستان برشان پیشکش شد که اینی مراکزشان است. خب بالاخره شما با اینی مراکز چی میکنین؟ مردم افغانستان میخواهد که حکومت پاکستان در رابطه با از بین بردن و ریشکن کردن اینی مراکز یا زیربنایی که طالبا از استفاده میکنن باید اقدام جدی و اقدام عملی کنن که ما بر مردم خود باز پیام داشته باشیم واضح که بالاخره مردم میخواهد بفهمه کاملا حکومت پاکستان و بالاخره نهادهای امنیتیشان در رابطه با این مراکز چی میکنن. سوال دومی بود که به اساس اطلاعات بسیار واضح و مشخصی که نزد حکومت افغانستان است حضور رهبری طالبا هست در خاک پاکستان و سایر شبکه‌های توریستی، خب این موضوع چطور میشه؟ اسناد وجود داشت در اون جایی که هستن. بس سوم بود که مسئله خطبا مساجد است، مدرسه ها است در آدرس‌های مشخص وجود داره که باز از طرف حکومت هم تای اسنادی که ترتیب شده بود برشان ارائه شد که در رابطه با چی میکنین؟ باید بر ما پیامتان بسیار واضح باشه که و پاسختان بر ما و مردم افغانستان واضح باشه. صحبت ها بسیار و دیگه گپ مسئله چهارمی بود که یک تعداد افراد و گروه هایی هستن که عالم اونا برنامه دارن و پلان دارن که عملیات بیشتره در خاک افغانستان اینا متاسفانه که راه‌اندازی کنن. خب در رابطه با یا چی میکنین؟ بالاخره این سه چهار موضوع بسیار اساسی بود که همراه جانب پاکستان و مقامات عالی رتبهشان به شمول جناب صدر اعظمشان اونجا بحث شد و بعد از او تقریبا مجلس ما بیشتر از یک ساعت دوام کرد و
بس بسیار سازنده بود بسیار واضح بس شد و بالاخره اسنادی که از جانب حکومت افغانستان بود اونا برشان تسلیم داده شد و حکومت پاکستان هم مقاماتشان که در اونجا حضور داشتند در حضور صدر اعظم پاکستان رئیس آیسای اونجا حضور داشت نماینده خود اردوی پاکستان بودن وزیر داخلی پاکستان همشان گفتند که ما در رابطه به می اسنادی که شما ارائه کردین ما اقدامات عملی خود آغاز میکنیم و بعدا بر شما پس دوباره بر شما احوال میتیم و به می ترتیب ما مسئله اساسی که از طرف آدرس رهبری حکومت افغانستان بر ما بحث هیئت نماینده دولت افغانستان رفته بودیم امروی مقامات پاکستانی شریک شد و اینی مسائل بود در این محور ها بحث شد دیگر جزئیات تکنیکیش و جزئیات دیگهش که ارتباط میگیره چون به همه شعبات استخباراتی داره او را باز جناب استانکزای صاحب به توضیحات خود ارائه میکنن خدمت شما ما تا همین قسمت وزیر صاحب داخله در مورد دلیل سفر معلومات ارائه کردن و موضوعاتی را که مطرح شدن و را هم ارائه کردن خدمت شما باید عرض بکنم که این حوادث چی قبل از حوادث و چی در جریان حوادث یا بعد از حوادث به صورت جدی یک سلسله معلومات ها و کارهایی را صورت گرفته بود که یک تعداد افراد دستگیر شده بود و همچنان بر علاوه از اینکه معلومات ها و ثبوت های وجود داشتن از او خاطر بعد از یک تحلیل همه جانبه تصمیم برای از این سفر گرفته شد و این سفر از طرف جانت ماب رئیس به جمهور رئیس به اجرایه و شورای امنیت ملی به صورت مجموعی در این قسمت تصمیم گرفتن که باید این موضوع به صورت واضح بحث شود نه تنها بحث شود بلکه یک سلسله اقدامات دیگه هم که دوام خواهد کردن او اقدامات هم سرش تصمیم گرفته شده و او اقدامات دوام وقت و زمانش خدمت شما به اطلاع مردم و مردم افغانستان و جورنالیست های عزیز رسانده خواهد شده یک سلسله حملات نه تنها این حملات آخری که صورت گرفته بلکه حملات گذشته هم صورت گرفته بود ویژگی حملاتی که در اواخر صورت گرفته بود فرق اساسیش بود که اینا حملات بالای اهداف ملکی با استفاده از وسایل و ذرایعی که هم در قوانین بین المللی هم در چارتر سازمان ملل متحد و حقوق بشر منع قرار گرفته است از او وسایل هم استفاده کردند اگر حمله بالای مؤسسه خیریه سیو د چلدرن بود و یا اگر حمله بالای شفاخانه جمهوریت بود که با استفاده از امبولانس استفاده کردن و یا هم در هتل کانتیننتال که در اونجا هم مردم ملکی و تجارا و افرادی که برای افغانستان برای کاروبار آمده بودن یا با حساب مسافرت کرده بودن کلی از یا اهداف ملکی بودن که بالای از او حمله صورت گرفتن دلیل دومی که در اینجا بحث بسیار جدی را ایجاد کردن این است که اینمی اهداف ملکی را طالبا مسئولیتش به عهده گرفتن و گفتن که این حملات ما انجام داده اینال در این قسمت خود از این یک اعتراف سری و غیر قابل انکار برای اعمال تروریستی و جنایت علیه بشریت ثابت می سازد به خاطر از این که استفاده از امبولانس اگر شما کل اسناد ملل متحد ماده 37 چارتر سازمان ملل متحد را ببینید در اونجا بسیار واضح گفته شده که شفاخانه مکتب امبولانس وسایل بشری به هیچ وجه برای اعمال توریستی و به ضد انسان‌های دیگه استفاده شده نمیتونه از او خاطر یک موضوع بسیار جدی بود که در این قسمت ما یک بحث واضح را داشتیم که باید طالبا با این اعمال خود چگونه میتونن به حیث نمیتونه به حیث یک نهاد یا یک شبکه‌ای که خود یک شبکه سیاسی بگوین یا یک شبکه دیگه خود سری خود نام برن یک شبکه خالص تروریستی هستن که با اعمال خود خودشان اعتراف دارن و به این خاطر نه تنها مورد قضاوت مردم افغانستان بلکه مورد قضاوت دنیا منطقه و کشورهایی که از اونا حمایت میکنن باید قرار بگیرن از او خاطر توقع اقدام است توقع از این است که ما فقط بحث بکنیم توقع اقدام در ساحاتی را که جناب وزیر صاحب داخله برای از او اشاره کردن که در اون ساحات باید اقدامات را انجام بدن بحث دوم ما سر مراکزی بودن که ارتباط مستقیم به حملات از قندار شروع تا حملاتی که در کابل و در ننگرهار و در ولایت دیگه افغانستان صورت گرفته به این ارتباط دلایلی را که ما داشتیم
به حساب ثبوتهایی را که داشتیم و در عین زمان مراجعی را که در این داخل بودن و افرادی که در این داخل بودن با تفصیلات و جزئیاتی از او معلومات ارائه شدن و از اونها خواسته شدن که این افراد باید دستگیر شود و به جانب افغانستان تسلیم داده شود. طبعا در اینجا لیست هایی بودن که در کتگوری های مختلف بودن، ولی اولویت ما کسایی هستند که در قتل مستقیم مردم افغانستان زی دخل بودن و اونا باید به پنجه قانون سپرده شوند و هر کسی که در سطح چی در سطح داخل و بیرون از افغانستان باشن و در این قسمت فروگذاشت بکنن در حقیقت در این جنایت خود شریک می سازن. این بحث دوم ما بود که سریعزی بحث بسیار جدی طولانی صورت گرفتن. طبعا حتما سوال در ذهنتان باشد می باشد که خیلی کیا بودن، از با کدام کتگوری ها بودن. به خاطر از اینکه این با حیث یک بهانه دوباره نشود که ما اقدام کرده نتونستیم، که شما پیش از اینکه ما اقدام به دستگیری از این افراد بکنیم یا اقدام علیه از او بکنیم یا افشا کردین، از او خاطره را برای فعلا از جزئیات بیشتر از او معذرت ما را قبول بکنن، به خاطر از اینکه این به نفع ما باز نمی باشن. به با وقتی که اگر اقدام کردن او را براتون میگیم، اگر اقدام نکردن او را میگیم و اگر نکردن باز ما چی میکنیم، این را هم باز خدمتتان عرض میکنیم که چه اقدامات بعدی را ما انجام خواهد داد. در این زمان بحثی که صورت گرفتن سری از این مسئله هم بودن که باید در اونا موقف خود به صورت عام در مجمع برای مردم باید اذعان بکنن، به خاطر از اینکه دیگه انکار از این شده نمیتونن که طالبان در کجا هستن، در کجا پایگاه دارن، زیربنای از واقع در کجا هستن و بالاخره تعداد زیادی از تروریست هایی که دستگیر شدن و ما ثبوت های غیر امکان پذیر را داریم که وقتی که ما تونسته باشیم که یک تعداد افراد انتحاری را زنده دستگیر بکنیم و اونا اعتراف بکنن، ای فقط معلومات استخباراتی نیست بلکه معلومات دقیقی است که در نتیجه تحقیقات به دست آمده و این تحقیقات نشان می‌دهد که کی در کجا بود، از کدام مرجع سلا گرفت، در کجا به حساب اونا را تربیت کردند و از کجا برای از یا رهنمایی صورت گرفتن. یعنی با این جزئیات ما در قسمت رفتیم که خلاصه یک راپور اتکا نداره که بگویند که یک راپور در فلانی جای یک نفر راپور داده که این کار شده، بلکه این ثبوت مادی جرم است که برای از ما ارائه شدند. احتمالاً روز شنبه به اساس تعهدی که صورت گرفتن یک هیئتی از ما به کابل هم خواهد آمدن و او هیئت باید با مقابل سوالایی که اونجا ارائه شدن و یا به حساب توضیحاتی که در اونجا داده شدن اونا هم موقف و در عین زمان اقدامات خود به طرف جانب مقامات افغانستان معلومات دوباره ارائه خواهد کردن. در عین زمان شما در جریان قرار دارین، حتما این سوال هم در ذهن شما هستن که چرا در سازمان ملل متحد مسائل مطرح نمیکنن، که این هم یکی از موضوعاتی هستن. شما در این قسمت هم در جریان هستین که چند مدت قبل یک هیئت بسیار کلان شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل تشریف آورده بودند و همراه جمع وسیع از اقشار جامعه افغانستان، هم همراه ژورنالیست‌ها، هم همراه مردم عادی افغانستان، هم همراه جامعه روشنفکری و همچنان مقامات دولتی و امنیتی هم بحثایی را داشتند و سلسله از معلومات ها به اونا ارائه شدن. اونا با یک تصویر بسیار روشن از مشکلی که افغانستان با تروریسم مواجه هستند یک تصویر روشن همراه خود گرفتن. دیگه این اقدامات اولی بودن که تابال صورت گرفته. در قسمت هر سی از این قضیه یک تعداد افراد دستگیر شده و این ما را با این نتیجه رساندن که ما اینمه مسائل خود را به صورت واضح در اونجا انتقال بدیم و اقدام بکنیم و بر علاوه از این ارگان های امنیتی با همکاری دیگه همکارا بین المللی یک سلسله اقدامات دیگه را هم روی دست گرفتن که در نقاطی که در اونجا پایگاه ها و قرارگاه های دشمن هستند و از اونجا فعالیت های تروریستی سازماندهی میشن، یک سلسله از عملیات های وسیع روی دست است که بیشتری از این عملیات های خاصی هم هستند که در ظرف دو سه روز گذشته در نتیجه از این عملیات ها یک تعداد افراد زیاد هم در کابل و هم در عین زمان در قندهار و جلال آباد و در جوزجان دستگیر شدند که این هم در قسمت برهم زدن شبکه هایی که
عملیات تروریستی را انجام میتن، سری از او تاثیر مستقیم دارن. نتایج عملیاتی که شب گذشته در قندار انجام شده و هم خدمتتان یک دو ساعت بعد خدمتتان معلومات ارائه خواهد شدن که یک نتیجه بسیار خوبی را داشتن و مقدار بسیار زیادی از مواد انفجاری و افراد و سلاح و تجهیزات و وسایل ساختن بم و غیره و غیره به دست آمدن و قطعات خاص مشترکی که از امنیت ملی و همچنان از ارگانهای امنیتی وزارت داخله و اردو با همدیگر تشریک مسایی داشتن کار بسیار کلانی را در اونجا انجام دادن که هم میتونه از در جلوگیری از حملات مؤثر تمام شد.